او درنو لیدونکو دې برخه کې تم کیګو د بادغیس په امنیتی وضعیت باندې خبرې کوو را سره باس کې ملما زمونږ همکار محسن کریمی هم دا اوس سکایپ په کرخه د کریمی صاحب خره غلاس ویل کېږي چې په بادغیس کې هم جګړو زور اخیستی دی دغه وړ مشپه د بادغیس په جوان ولسوالۍ کې یو شمېر سرتیری په ښه وضعیت کې نو معاصره کې و خو د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره هلته عملیات ترسره شوي دي نورو حال له تاسو اورو معلومات تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ سر شکر سلام به شما و همه بیننده های آریانا نیوز خو در بادغیس هم در شش ولسوالی این ولایت تربات طالبا و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبا در یک هفته گذشته شدت پیدا کرده تنها ولسوالی بالامرغاب که زیر اداره طالبان است کاملا پنج ولسوالی دیگر حکومت حضور داره اما درگیری ها اخیرا در ولسوالی قادس، جوان و آبکمری شدت پیدا کرده که طی یک هفته گذشته هم تلفات به نیروهای امنیتی رسیده و هم طالبان تلفات دارن در جوان ولسوالی جوان تقریبا ده سال است که در معاصره اقتصادی طالبان است طالبان مردم را تحریم کردن کسی نمیتونه از مسیر مستقیمه که جوان در به شهر قلعه‌نو وصل میکنه مواد خوراکه مواد غذایی انتقال بدن بسیار با مشکل میتونن که مواد غذایی یا مواد اولیه مورد نیاز خود را از شهر قلعه‌نو به جوان انتقال بدن که باعث از این شده نرخ مواد اولیه در بازار ولسوالی جوان سرسام‌آور بلند برود اما در یک هفته اخیر حملات سنگین طالبان باعث شد که یک پاسگاه امنیتی اردو در جوان سقوط کنه تقریبا به قول اعضای شورای ولایتی بادغیس هفت تن از نیروهای ارتش جان باختن دو سه نفرشان زخمی شدن پاسگاه کاملا به کنترل طالبان در آمد بله دغه کسان چې وژل شوی دی په جګړه کې ویل کېږي چې تقریبا یو هفته دیو د ماسری په حالت کې او د مرستې غوښتنه یې کوله دغه یو څه رپورټونه سم دي دقیقا همین گونه است در معاصره بوده جوان خب کمک خواستم متاسفانه کمک برشان درست نرسیده تا دو شب پیش بعد از درگیری های شدید و معاصره که جوان قرار داشت دو شب پیش کماندوهای ارتش به جوان رسیدن در حال حاضر معلومات در که من امروز گرفتم از مقام های امنیتی بادغیس فعلا کماندوها در جوان حضور دارن و از او شدت حملات طالبان کاسته شده اما تا یک هفته گذشته حملات پراکنده طالبان وجود داشت تا اندازه که جوان در حالت سقوط قرار گرفت خب تلفات هم برای نیروهای امنیتی وارد شده در یک هفته هم طالبان وارد شده من اشاره کردم که یک پسته امنیتی اردو در جوان کاملا سقوط کرد جنگ افسارها کاملا دست طالبان افتاد اما فعلا اطمینان میدهند که کماندوها رسیده و با تازگی جنازه های نیروهای ارتش که در تقریبا تا یک هفته گذشته جان باختن در جوان به تازگی توانسته از طریق هوا نیروهای ارتش جنازه ها و اجساد نیروهای امنیتی را انتقال بده به مرکز بادغیس شهر قلعه‌نو یو څه که معلومات په دې تړاو هم راکړئ چې خپله دا د بادغیس د جوان ولسوالۍ دغه جغرافیایي موقعیت څه ډول دی د الوتکو د پوځي الوتکو ناسته په دې کې اسانه ده که نه یو څه د ستونزو سره مخ کېږي چې دومره په ځنډ سره دغلته مرستې رسیږي جوان از ولسوالی هایی هست که در نقطه دور از شهر قلعه‌نو قرار داره یک نقطه بسیار مهم یک نقطه بسیار خوب برای طالبان هست به راحتی طالبان می توانند که حاکم شوند سر ولسوالی جوان به دلیل کوهستانی بودن این ولسوالی راه بسیار صعب العبور داره مسیری که جوان در به شهر قلعه‌نو وصل میکنه همانند مسیری که بالامرغاب به شهر قلعه‌نو وصل میکنه نیروهای امنیتی به سختی میتوانند از مسیر زمینی اکمالات کنند یا نیروی کافی فرستاده شوند همیشه جوان از طریق هوا اکمالات شده و نیروهای ارتش روزها و شبها ماندند تا که بتوانند نیروهای امنیتی را در جوان اکمالات کنند یا اینکه تلفات که وارد شده یا زخمی هایی که دارند بتوانند از جوان انتقال بدن
به دلیل صعب العبور بودن راه دشوار راه های دشوار گذر و به دلیل کوهستانی بودن این ولسوالی طالبا فرصت استفاده کرده بارها حملات را انجام دادند تا جوان در به صرف خود در بیارند. او د دغه جګړو لمن آیا د بادغیس مرکز ته د مرکز څنډو ته هم رسیدلې ده که نه؟ اوسمهال د بادغیس مرکز لا امن کې دی؟ خب شورای نظامی بادغیس گزارش هایی که ما داشتیم پس از اینکه ولسوالی بالا مرغاب که ولسوالی بسیار مهم برای بادغیس هست مرکز حضور طالبان هست که از بالا مرغاب دقیقا جنگ در فاریاب را هم رهبری میکنن و جنگ در بادغیس را هم از طریق بالا مرغاب و قرماج که ولسوالی های هم مرز فاریاب و بادغیس هست طالبا حضور گسترده در این نقطه دارن. پس از اینکه بالا مرغاب زیر اداره طالبا قرار گرفت شورای نظامی بادغیس کمربندهای امنیتی شهر قلعه‌نو را زیاد ساختن، اما ارگانهای امنیتی میگن که در شهر قلعه‌نو کدام مشکل خاصی نیست و امنیت برقرار هست. صرفا درگیری ها در ولسوالی ها هست که در تازه ترین مورد در ولسوالی آبکمری همین دو سه روز پیش یک قماندان نیروهای اردوی منطقه‌ای در آبکمری کشته شد از سوی طالبان با دو سه نفر از همراهانش. همچنان طالبا 5-6 نفر از طالبا در درگیری ها کشته دارند که درگیری ها در آبکمری، در قادس، در جوان از یک هفته به این طرف شدت پیدا کرده. حتی به تازه ترین معلومات در ولسوالی قادس دیشب درگیری صورت گرفته، از طریق حملات هوایی تقریبا 4 تن از طالبان کشته شدند و معلومات تازه که ما به دست آورده این ارگان های امنیتی بادغیس به شمول قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی و قماندان لوا در بادغیس تازه ترین عملیات را به خاطر پاکسازی ولسوالی ها از وجود مخالفین مسلح از امروز فکر کنم شروع کردند. درست. او خپل په بادغیس کې د نظامی عملیاتو په ملاتړ باندې حتما د 209 ظفر قلعه اردونه دیو اکمالات کې یا هم اوایي او که زمینی اکمالات دیو د همدغه قلعه اردونه کې؟ درست. دقیقا اکمالات از طریق قلعه اردونه ساعت ظفر میشه و نوای ارتش در بادغیس وجود داره. خب بهتر سره دسه معلومات شته چې ولې په زنډ باندې دغه مرستې افغان ځواکونو ته رسیږي په داسې حال کې چې دومره فاصله نه ده؟ فاصله زیاد نیست به دلیل ما معلومات میکنن همیشه انتقاد مردم عمومی است، پرسش مردم عمومی است که چرا به موقع تجهیزات امکانات به نیروهای امنیتی نمیرسه، چرا به موقع به زخمی های نیروهای امنیتی رسیدگی نمیشه. صرفا جواب از اوهایی است که فعلا جنگ در 4 ولایت حوزه غرب شدت پیدا کرده. هرات که امن بود امروز ولسوالی هایش ناامن شده، در خیلی از ولسوالی ها هر روز هر شب درگیری هست. به این دلیل تمرکز اصلی نیروهای امنیتی و به ویژه قلعه اردوی 207 ظفر سر هرات هست و به این خاطر بادغیس، غور، فرا کمتر رسیدگی میشه و دلیل از اینکه شدت جنگ ها در هرات بیشتر شده. او معلوم دار خبر ده شده هواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او د هوایی ملاتړ رسیدنه هم یو څه ستونزمن ښکاري په یو شمیر ولایتونو کې. په هر صورت په ټوله کې راځو، د بادغیس د خلکو غوښتنې څه دي؟ دوی سره هم خبرې کړې دي، څه غواړي د اوسني وضعیت نه؟ دوی څومره راضي دي؟ مردم بادغیس بارها در گزارش هایی که ما داشتیم از بادغیس بابت اوضاع امنیتی شدیداً نگرانن از این وضعیت، به دلیل که بادغیس یک ولایت کوهستانی هست، ولسوالی هایش راه های صعب العبور داره، امکانات به درستی نمیرسد، مخصوصا در ولسوالی جوند که روزا وضعیت خوب ندارد، از 10 سال به این طرف در محاصره اقتصادی است، حکومت کوچکترین کار برای حل این مسئله نکرده و طالبا شدیدن مردم را رفتار دادن که نباید مسیری که اونا نمیخواهند که اکمالات نظامی از اون طرف برای نیروهای امنیتی برسه، از اون مسیر کدام مواد خوراکه یا مواد اولیه مورد نیاز خود وارد کنند. به این خاطر شدیدن مردم نگرانند از این وضعیت که با مشکلات فوری رسیدگی نمیشه
و این باعث شده که هر شب و هر روز طالبا سر پوسته های امنیتی حملات را داشته باشند. حتی هر از گاهی تا یک ماه پیش تا دو ماه پیشتر طالبا تا شهر قلعه‌نو را آمده بودند و آوان پرتاب میکردند بالای شهر قلعه‌نو. این نگرانی ها نزد مردم هست ولی نزد مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنند بیشتر است. او خاغل محسن کریمی در چهر وقت تازه پا تازه لیدونکو سره د هواد یشمیر ولایتونو تازه امنیتی وضعیت شریکوي ډیره زیاته مننه کوم ودان.